دروازه‌بان ها، جام حذفی بهترین دروازه‌بان تاریخ. سلام و درود خدا برای شما. با در این ویدیو اومدیم جام حذفی برگزار کنیم بین دروازه‌بانان تاریخ. توی این تورنمنت 7 تا دروازه‌بان کلاسیک حضور داره و 9 تا دروازه‌بانی که در حال حاضر به دروازه‌بان هستن دارن الان هم دروازه‌بانی میکنن. دروازه‌بان ها: ایکر کاسیاس، بولوریس، پیتر چک، دخا، مانوئل نویر، احمد رضا احمدزاده، ترشتگن، اوبلانک، اولیور کان، دوناروما، ادرسون، بوفون، تیبو کورتوا، ویکتور والدز، آلیسون بکر و پیتر شمایکل. 16 دروازه‌بانی هستن که قراره با هم دیگه رقابت بکنن و جوری هم چیدم که جدیدها به قدیمی‌ها برخورد بکنن و از این طرف جدیدها و قدیمی‌ها، از این طرف جدیدها و قدیمی‌ها، ببینیم که شاید دو تا جدید به هم دیگه بیافتن تو فینال، شاید هم دو تا قدیمی بتونه فینال به هم دیگه بیافتن. چی نمی‌دونیم. لیونل مسی همه پنالتی ها رو میزنه بخاطر اینکه پنالتیش 99 و ما هیچ تأثیری توی این پنالتی نداریم. نفر 3 تا پنالتی بهشون زده میشه و هر کدوم که بیشترین پنالتی رو بگیره به مرحله بعد راه پیدا میکنه. امیدوارم که از ویدیو لذت ببرید، لایک و سابسکرایب بشید، تو فارم که باعث انرژی اینستاگرام فالو کنید، سایت رو بسیم 150 کا و فرارتر از اون بریم سراغ ویدیو. بازی اول: ایکر کاسیاس، هوگو لوریس. کاسیاس 92 و هوگو لوریس 85 اوورالش. البته پنالتی اول میخواد لیونل مسی بزنه به ایکر کاسیاس و ببینیم که ایکر کاسیاس از 3 تا پنالتی چند تا رو میگیره. اولش گل خورد. ضرب در. بعد دومین پنالتی ایکر کاسیاس، به نظر شما این پنالتی رو ایکر کاسیاس میگیره که اوورالش 92 هست یا نه؟ گرفتش. تیکرا میگیره این بازیکن. به نظر من ایکر کاسیاس خدای دوتا رو باید در بیاره دیگه. این آخری هم ایکر کاسیاس در بیاره خیالش راحت میشه که هوگو لوریس هیچ کاری نمیتونه بکنه. تمام، هیچ گل خورد. ایکر کاسیاس 1. تیم دو بود ولی ایکر کاسیاس 1. بابا لام هستم. ببینیم که حالا هوگو لوریس چند تا میگیره. مالی نیستش داداش. هوگو لوریس مالی نیستش که بخواد ایکر کاسیاس زمین بزنه. ایکر کاسیاس اوورال 92 وقت توی جوجه مگه میتونی بگیری آخه؟ دو تا رو عمرن ستاشو میخوری. بله، هوگو لوریس رو قرار گرفته و لیونل مسی خودش بخواد پنالتیو بزنه، من هیچ اختیاری ندارم و خدا رو شکر خورد. بله، امیدوارم که دو تای بعدی هم گل بخوری و ان شاء الله که ایکر کاسیاس بره بالا، به خاطر اینکه خدا وکیلی دیگه لیاقت کاسیاس گرفت. آقا مسی داره بد میزنه، به نظر من مسی داره خراب میکنه داداش. گلش کن اینو، این نره بالا ها، خیلی دیگه آبروریزی این بره بالا. ایکر کاسیاس حذف شد داش، به خودش داره، به جان تو داره خودش میزنه. ناکن دستارم هیچ کاری نمیکنه، مثلا بالا سر میسی که من سلکتش نکردم، خودش داره میزنه همه رو. هوگو لوریس به نتیجه 2 بعد 1 اینکر کاسیاسو حذف کرد و ملی 1/4 صعود کرد. بازی بعدی: پیتر چک در مقابل دخا. دخا اوورال 83، پیتر چک با اوورال 87. نوبتی هم ماشین، نوبت بزرگان فوتبال، یعنی پیتر چک افسانه ایست. ببینیم که اولین پنالتی پیتر چک همینطور که داره مشاهده بکنید اما کلاش سرش نیست، ببینیم که میتونه ضربه رو بگیره یا نه. مرسی. بعدی میتونه جوری کار میکنه، جدیدا همه رو گرفت، یارو اوورال 85 بود، گل خورد همه رو. آزه خوبه شما اوورالتون این جدیدی ها بیشتر همه رو گل میخواید، دیگه هم گل بزن بهش. با اینا گرفت خدا رو شد. از سه تا یکی. چه وضع شاخ. ما رو بگو دادمون به کی خوش کرد. گفتم خدا وکیلی کاسیاس میره فینال، از اونور الیور کان میاد میخوره بهش. گند زدین داشای بودم. اما اشکناره چیزی از ارزش های کاسیاس کم نمیشه. نوبتی هم باشه، نوبت دخا. به نظر شما آقا از بین این افرادی که بهتون گفتم کدومشون به فینال راه پیدا میکنه؟ اولی خورد. نظر منو بخوای الیور کان میره فینال. نظر منو بخوای الیور کان و حالا مثلا خورد داره میخوره همش. مثلا از اونور الیور کان، از اینورم احمد رضا آبزودی بیاد بخوره فینال، چی میشه خدایی؟ مرسی، همه رو خوردش. پیتر چک با نتیجه 1 بر هیچ به مرحله 1/4 نهایی صعود میکنه. بازی بعدی: مانوئل نویر در مقابل احمد رضا آبادزاده. خدا وکیلی که سم خالص آبادزاده دیگه خدایی بعد میومد دیگه. پارتی بازی خودم بود، همینجا اعتراف میکنم، ولی آبادزاده بعد میومد. نویر با اوورال 89 و آبادزاده 88. بله، نوبتی هم باشه، نوبتی آقای نویر هستش که بتونه خودشون نشون بده در مقابل احمد رضا آبادزاده. اولی گرفتی پدر سلواتی داشت خدا وکیلی، اولی دروازه‌بانی که اولین ضربه رو گرفت، دومی و خورال نوش جونت، ولی اولی و اولین نفره بودی گرفتی. خودم هنگ کردم دارم چی میگم، ولی دومین پنالتی رو ببینم میتونه رکورد رو بشکنه یا نه. آقا چرا نباید مسی همش مسد بزنه؟ من اعتراض دارم واقعا. رکورد رو نشکند، رکورد همچنان دست لوریس با دوتا، این هم دوتا، ولی اون چون اول دیگه دست من میگم اون. آقا احمد رضا شما دیگه خدا وکیلی کم نذار انصافا، دیگه ما اینجا پارتی بازی کردیم شما رو اووردیم دیگه، بقیهش گردن خودت خدا وکیلی. تا اینجا شد دیگه از دست من برمی اومد بچه، حالا دیگه خودت میدونی. آقا نظر منو بخوای امرزا آبادزاده باید خودشو خیلی خوب نشون بده، یعنی باید سه تا پنالتی مسی که 99 پنالتیش بگیره و این خیلی سخت است. بزن آقا امرزا همه رو میگیره. چرا بازش ریچ روشی؟ آقا ایشون ریش نداشتش، من اعتراض دارم. گل خورد. هچ. ببین احمد رضا آبادزاده اگر که میخواد تو کورس رقابت با نویر بمونه باید این دوتا رو بگیره. حذف شد. آقا بس وایسا، این یکی رو بگه خدا وکیلی.
اصلا مشکل نداره، همین یکی رو بگی تو. همه رم خورد، آب روی ما رو بردین. نویر رو نتیجه دو بر هیچ به مرحله یک چهارم نهایی سود کرد. بازی بعدی کرشتگن در مقابل یان اوبلاک. چه بازی سمی اصلا، ولی به نظر من اوبلاک بیشتر میگیره. حالا ناکو تجربیات مهدی خان استفاده نمی کنید شما و فکر می کنید مثلا خیلی چیزا بلدی، اما خیر. کرشتگن با اوبرال 84 بر اوبلاک 88. آقا من خودم میگم آبزادی که هست شد، از این طرف من میگم نویر و از اون طرف اولیور کان به نظر من میان فینال میخورن. نظر شما چیست؟ نظرتون همین الان کامنت بکنید. بله اولین پنالتی چیز اوبلاک میده میگیره یا نمیگیره؟ آه پنالتی دوم میده میتونی بگیری یا نه؟ بابا رکورد رو یکی بشکنی چی بابا؟ این اصلا دید اونو به کی خوش کردیم؟ الکی میگفتیم در بهترین دروازه‌بان پی اس پی که دو تا رو خوردی که اینم که میگیری الان چه جام میکنی؟ یعنی چی ولش کن. آبزوده به خدا بدن از تو دروازه‌بانی کرد، ستاره خورد. وکیلی آبزوده دروازه‌بان شد تو بهتر. بچه ها امشب پیام ندادن، امشب ما چند پیام دادیم؟ یه ذره مشکوک میزنه داستان. حالا یا مثلا ویدیو یادشون رفته بچه ها، یا از اون طرف بچه های دیگه یه کاری کردن، حالا نمیدونم. ترشتگن اولین، ببین چطور یه دونه بگیری رفتی هیچ. ترشتگن اولی رو مثبت گرفتی دوست عزیز، دومی هم بگیری عادیه، گن زدی دوست عزیز. سومی نه پنالتی مارک آندره ترشتگن میگه سومی هم میگیری یا نه؟ هیچ. ترشتگن مونتی یک بار هیچ مرحله یک چهارم نهایی سود کرد. بازی بعدی اولیور کان در مقابل دوناروما. پدر در اومده دوناروما. دوناروما با اوورال 85 و اولیور کان با اوورال 89. بله، اولین پنالتی مستر اولیور کان. البته انتظار دارم که هر سه تاشو بگیری خدا وکیلی. انتظار بیجایی البته. اولیور کان ضرب در. البته ضرب در رو از سمت راست میزنه ما. ضرب در دومی ضرب دره. برگرد و خوب میزنی اولیور کان جان، اینجا داری خراب میکنی. برگردونات رو خیلی دوست داشتم. قهرمان شدی ولی اینجا هچ سه تاشو گل خورد. دلم خوش کردم گفتم اولیور کان میاد بالا. ما الان باید پی اس جی مقابل پی اس جی سم خالص بگیریم. نوبتی هم باشه نوبت جی جی دوناروما. به نظرتون این دروازه‌بان میتونه اسطوره خودش رو شکست بده یا نده؟ گل خورد ایول، چقدرم زیبا داره کار میکنه. ولی به نظر من دوناروما حداقل یه دونه داره میاره و اولیور کان رو حذف میکنه. قطع به یقین این بر میزنه. خب همون بر زد. ببین اگر که اینو بگیری بردی، اگر نگیری نفر یکی اضافه پدرمون در میاد. لطفا همینو بگیر. ممنونم. دوناروما مازچی یک بار ریچو لیورکانو هست که به محلی یک چهارم نهایی سود کرد. آفرین مرد تو دوناروما. بازی بعدی ادرسون در مقابل جان لویج بوفان. ادرسون با اوورال 88 و بوفان با اوورال 77. همه پیش بینی هامو به گل نشست. از این ور اولیور کان حذف شد تو مرحله یک هشتم، از اون ور اوبلانک حذف شد، از این ور نویر اومده البته بالا. نویر به نظر من قهرمان میشه اگه آلیسون نیاد بالا. بله اولین ضربه بوفان. ببینیم که بوفان دوست داشتنی در این سه میتونه اولین پنالتی بگیره یا نه. اوه دوش داره خوب دروازه‌بانی میکنه بوفان. دومین پنالتی بوفان. ببینیم که آیا دروازه‌بان قدر قدیمی دو در آورد. اولیور کان با اوورال 89 یه دونه پنالتی نتونست در بیاره، این با اوورال 77 یه دونه پنالتی در آورد از مسی. ماشاءالله. خازم اونم کجا؟ جناح مخالف. اینم بگیر، اینم بگیر. باریکلا. گفتم به سن نیست، به قوت تجربه است، به تمرکزه. اوبلاک دوتا نگرفت فنزه بوفون که 88 اوورال داشت. نوبتی هم باشه نوبت ادرسونه که رکورد گینس بلندترین شوت تاریخ رو داره. ببینیم که میتونه بلاتیو بگیره یا نه. گند میزنه این بازیکن. خیلی خوب، اگر ادرسون میخواد تو کورس قهرمانی ببینه باید همین دو تایی که داره مسی میزنه بگیره، وگرنه حذف میشه. حذف ادرسون. وای ادرسون حذف شد خدا وکیل. با اوورال 88 این حذف شد. بوفون مورد هفت رفت بالا. خاک، هیچ کدومو نگرفت. بوفون مونتی دو بار هیچ به محل یک چهارم نهایی سود میکنه. بازی بعدی تیبو کورتوا در مقابل ویکتور والدس. چه شبت. وای ببین اصلا ویکتور والدس تیبو کورتوا بهترین ها مقابل هم. تیبو کورتوا با اوورال 90 و ویکتور والدس با اوورال 84. بعد اولین ضربه مسی به ویکتور والدس. ببینیم که مسی که مقابل ویکتور والدس بازی کرده بوده میتونه گل بزنه بشه یا نه. بله گل زد و ویکتور والدس اولین ضربه رو میگیره. آقا چرا قدیمی ها انقدر دارن پنالتی بعد میگیرن؟ جدیدیا به جز گل تو همه داره گل میخورن. قدیمی ها فقط بوفون بنده خدا چون اونم داره الان بازی میکنه داره خوب پنالتی میگیره. اینم فکر کنم گل میخوره. اینم زرشک. خدا تیپ کورتوا میاد هر ستا رو میگیره. حالا نگاه کن هر ستا رو در میاره کورتوا. زندگی هر روز باریکتر از دیگه روز. تو یه دونه بگیری رفتی. یه همین اولی در آورده فرما. نه اولی در خود وکیلی هر ستاشو بتونی بگیری، یعنی این دوتا هم بگیری رکورد همه رو زدی. یان زدی دوست عزیز. دو کورتوا آخرین پنالتی رو ببینیم که میتونه بگیری یا نه. برکورد دو تا گل دو تا پنالتی گرفته برسه یا نه. تموم میشه کار کورتوا. دیو کورتوا بانچی یک بار هیچ مرحله این یک چهارم نهایی سود کرد. آخرین بازی یک هشتم آلیسون بکر در مقابل پیتر اشمایکل.
مایکل حال کردی چقدر قشنگ تلفظ کردم. اصلا ناف انگلیس هم زاده شده باشه اینجوری نمیتونه تلفظ بکنه. آلیسون بکر با اوورال 89 و پیتر شماک با اوورال 88. اولین ضربه پیتر شماک، ببینید که پیتر شماک میتونه رکورد همه رو بزنه و سه تا پنالتی رو بگیره یا نه. تا الان هیچ کسی نتونست این کار بکنه، گل خورد. از هر کی به خود میام تعریف میکنیم همون همه رو گل میخوره. مرسی. یه دونه گرفت. آخرین پنالتی پیتر. آقای پیتر خان هم چوب بپر بگیر. دارم میگم اونوری بپر. خب تعلمم بد رسوندم باز نپریدی. هیچ تمام شد رفت. دیگه بس. دیگه بس. یه دونه گرفت کلا. خدا وکیلی خیلی دوست دارم بدونم کی قهرمان میشه، کی میرسه فینال. ببین قطعا من واسط مینویسم امضا میکنم. اگر مانوئل نویر نرسید فینال بخو مینویسم امضا میکنم. میرسه فینال، مطمئنم میرسه فینال، چون اونجوری که ما بازی کردیم باهاش همه پنالتی ها رو خیلی خوب در میاره نویر. میرسیم به سراغ آلیسون بکر. آلیسون بکر اگر بتونه که دو تا پنالتی بگیره میره مرحله بعدی. اولی رو در آورد، دیر تو در اومد، اشتباه لیونل مسی. دومی ضربه پنالتی یا آلیسون بکر میتونه دومی ضربه پنالتی هم بگیره و حتی بعدی چم بگیره و بتونه خدایی اینو بگیر. اینو نگیری نفر یکی اضافه باید بزنی. خدا وکیلی تموم. جدیدی ها دارن قدیمی ها رو شکست میدن. هرچی قدیمی داشتیم و ویکتور والدز، پیتر شماک، اولیور کان، ایکر کاسیاس همه هست شدن، فقط بوفون و پیتر چک موندن. آلیسون بکر نتیجه دو بر یک به مرحله یک چهارم نهایی سود کرد. مرحله یک چهارم نهایی لوریس مقابل پیتر چک، مانوئل نویر مقابل ترش چگن، دوناروما، بوفون، کورتوا، آلیسون بکر. بازی اول لوریس مقابل پیتر چک، لوریس با اوورال 85 و پیتر چک با اوورال 87. من به نظرم لوریس یک هیچ پیتر رو میبره. چک پیتر چکش مایکل که از شد. بله اولین ضربه هوگو لوریس در مرحله یک چهارم نهایی. ببینیم که لیونل مسی چند تا پنالتی میتونه گل بکنه. اولین پنالتی زد در برای هوگو لوریس. هوگو لوریس که در اولین بازیش اولین رکورد رو بعد تونستش دو تا پنالتی رو مهار کنه، الان دومی رو درآورد و بله اولین تیک خود را میگیرن. آخر پنالتی هوگو لوریس در مرحله یک چهارم نهایی مقابل پیتر چک، ببینیم که چند تا میتونه اینو بگیره یا نه. به به ببین خیلی خوب داره دروازه‌بانی میکنه، خیلی خوب داره دروازه‌بانی میکنه این بولوریس. فکر کردم مفلس باشه ولی واقعا خوبه. اصلا فکرش هم نمی‌کردم بتونه 4 تا پنالتی در بیاره تو 2 تا. از 8 تا چند تا در آورد؟ از 6 تا 4 تا در آورد. خیلی خوبه. حالا واسه شروع میشه بعد پیتر چک در اون رابطه قرار گرفته. اگر میخواد که بره به مرحله بعدی باید 3 تا توپو بگیره. اولی رو در آورد. ماشاءالله پیتر چک. دو تا دیگه هم در بیاری هم رکورد زدی هم مرحله بعدی سود کردی. تو رو خدایی هم بگیر. آقا اینو نگیر، اینو انصافا نگیر، تو رو خود یک نفر یک اضافه بازه اینو نگیر انصافا. هیچ تموم شد رفت. همه قدیمی ها دارن حذف میشن، همه قدیمی ها دارن حذف میشن. چی دارم بهت میگم؟ به اوورال نیست، اوورال 87 از 85 حذف شد. گلوریس بود از جیجو بر یک پیتر چک کشکست رو محلی نهایی سعود کرد. بازی بعدی یک چهارم مانوئل نویر در مقابل ترشتگن. نویر با اوورال 89 و ترشتگن با اوورال 87. بعد اولین ضربه ترشتگن میبینید که لیونل مسی چند داره میتونه بهش گل برونه، چند داره میتونه ترشتگن بگیره. اولی که خورد ترشتگن، ترشتگن بگیر اینو. بابا اینو بگیر، آقل اینو بگیر، تعارف نکن. یه دونه دیگه میسی تو این همه باش تمرین کردی، آفرین یه دونه گرفت بالاخره. مانوئل نویر، ببین نویر من همین الان مینیسم امضا میکنم میبره ترشتگن، مطمئن باش. حالا ببین دیگه، حالا شما ببین اگه نبردش شما ببین و تعریف. اولین ضربه گه مانوئل نویر، ببینید که چند تا پنالتی میتونه بگیره. قطعا به یقین مطمئنم ترشتگن رو حذف میکنه. تو رو خونا دو تا رو بگیر. ما ترشتگن دو تا رو چیز یه دونه گرفته، دو تا رو بگیر بریم. بابا اینو بگیر، لاغر اینو بگیر، نفر یکی اضافه من میگیرم واسد. باره بابا حذف شد. خدا گند زدی خدایی دیگه. ترنشتگه مانتی یک پریش جنرالی نیمه نهایی سود کرد. گندت بزنن خدا بکی. توی هر بازی ما نمیدونم مسئله که بکام نجید میریم همه پنالتی ها رو در میاره. حالا اد اینجا باید آبروی ما رو میبرد. بازی بعدی یک چهارم دوناروما در مقابل جان لویجی بوفون. بوفون با اوورال 77 و دوناروما با اوورال 85. گفتم داداش این بازی هر کی اوورالش بالاه داره حذف میشه، هر کی اوورالش بالاه داره حذف میشه. بله در یک روز آفتابی بوفون در نرزه قرار گرفت که چند تا پنالتی میتونه بگیر از مسی. اولی خورد. آقای بوفون خان این دوناروما الگوش توی تو بگیرین و حذف کن. با کی داری حرف میزنی خدا بکی؟ یه جان من یا بگیر. هیچ باش مانوئل نویر حذف شد، اصلا گند زده شد تو کار. به خدا لوریس بیاد فقط قهرمان بشه، این بازی به گوه کشیده شد. ببین دوناروما یه دونه بگیره رفته. خدا رو چه خورد، اولیشو میخوره، دومین پنالتی دوناروما میبینه که میتونه در بیاره. اگر یه دونه در بیاره بوفون حذف میشه و دوناروما بعد یک چهارم نهایی سود نیمه نهایی. وای
رفتی نیمه نهایی دونارو ما. آخرش هم بذار بزنه، آخرش هم بگیر، آخرش هم بگیری نگیری فرق نمیکنه، رفتی دیگه حالا. اچ دونارو ما بازی یک برش اسطوره خود رو حذف کرد، ولی نیمه نهایی سود کرد. بازی آخر این چهارم کورتوا آلیسون بکر. فکر میکردم لاقل این بار بوفون بیاد بالا، خدا وکیلی اصلا نمیشه پیش بینی کرد. مطمئنم شمایی هم که درست پیش بینی کردین کی میرسه فینال قطعا شانسی بوده، مطمئنم. آلیسون با اورل 89، پورتوا با اورل 90. نمیدونم واقعا نمیدونم کی میاد فینال، هیچی نمیدونم، ولی لوریس از همه شون بهتر بوده. بیشترین پنالتی که گرفته لوریس گرفته، بیشترین پنالتی بین همه. بله اولین ضربه کورتوا در اون ضربه قرار گرفته در مرحله 1/4 نهایی، ببینیم که کدومشون به مرحله نیمه نهایی میرسن. کورتوا میگیره اولیو. نگو میخوای رکورد بزنی انصافا، نگو میخوای رکورد بزنی، نگو میخوای رکورد بزنی، دومی هم گرفت. داش خدایی نگو رکوردها، اینو دیگه بخور، اینو بخور که عادی به نظر بیاد، چون بچه‌ها میگن چیت زدی. بعد همه رو گرفت، همه رو گرفت. تعداد پنالتی هایی که گرفته با هوگو لوریس کاملا برابره، 4 تا گرفته تو 2 تا بازی، اونم تو 2 تا بازی 4 تا گرفته. رکورددار آقای کورتوا. آلیسون داداش حذفی دیگه، خب میخوای بازی نکنیم، اون دیگه تو سیتا هم بگیری نفر یکی اضافه باید بزنیم. به نظر من کلا میخوای بازی نکنیم، اون میادین رو خالی کنی برای کورتوا. به نظر من جوان مردونه خدا حالیشون نمیشه خارجی. به نظر شما میتونه آلیسون بشکونه رکوردر و 4 تا در بیاره و کورتون رو حذف کنه یا نه؟ هیچی، تموم کار آلیسون و حذف شد همین الان. ببین حذف که شد، ببین حالا چند تا در میاره. دومی هم میخوری یا نمیخوری؟ دومی میخوری نمیخوری؟ دومی هم خوردی چی؟ نوش جونت. سومی هم بخوری بکنم افطار باز بشه، دیگه روزت باز بشه. سومی هم بخوری هیچ، باز شد روز کلا. کورتو بانتی با برنکردنی 3 بر هیچ مرحله نیمه نهایی سود کرد. مرحله نیمه نهایی کی به فینال راه پیدا میکنه؟ لوریس، ترشتگن، دونارما، کورتو. بازی اول نیمه نهایی لوریس در مقابل ترشتگن. لوریس با اورال 85، ترشتگن با اورال 87. اولین بازی نیمه نهایی چه کسی از ترشتگن و لوریس به فینال راه پیدا میکنه؟ ترشتگن اولین ضربهشو میگیره، نگرفت، نگرفت و توپ تبدیل به گل شد، ولی زاویه رو درست تشخیص داده بود. دومین پنالتی ترشتگن میگیره یا نه؟ گرفت. ببین ترشتگن خیلی مول مانند اومده بالا، توی همه مراحل فقط یکی رو گرفت، اما اینجا دوتا رو گرفت. لوریس بعد اگر میخواد بره مرحله فینال هر ستا رو باید بگیره و مثل کورتوا رکورد بزنه. هوگو لوریس اگر میخواد بره مرحله فینال باید هر ستا رو بگیره. خاک اولی هم ترشتگن چون خوردن نوچیجان کرده، ببینیم که اگر این دوتا رو یکیش گل بخوری رن گن زدی. وای باز دوباره پیش بینی ها غلط در اومد و لوریس هست شد و ترشتگن با نتیجه دوبار هیچ به فینال را پیدا کرد. اینجاست که شاعر میگوید چی میگفت؟ هیچ چیزی میگفت شاعر این زمان ها؟ نه هیچ چیزی مثلا راجب کند رفتن و سری رفتن میگفت، یادم نیست. یه زیری میزد شاعر، نه ببخشید یه حرف بزرگان بود، راجب لاک پشت و کند رفتن و این نیست که آهسته همیشه آهسته و پیوسته رود. اول شو بیت اول و مصر اول یادم نیست، آهسته و پیوسته رود. حالا ادیتور بیت مصر اول خودش فکر کنم گذاشته تو حالا آهسته و پیوسته رود و من گفتم دیگه. حالا بغشت به دوش ادیتور. مرحله آخر نیمه نهایی، آی آخرین پلیر فینال، دونارو ما در مقابل کورتوا. وای 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 چی استرس دارم. کورتوا در نرز قرار گرفته، ببینید که بازیکن که رکورد داره گرفتن پنالتی در این تورنمنت میتونه ببره یا نه. جان هر کی دوست داره این بارو بذار حالا این بره دیگه، اینو بذار بره حالا. آپا بگی لام از سبو همش دارین گل میخورین، دو تا رو خورد دیگه کیو بگید آقا ما امید داشته باشیم. هر سه تا رو خورد. بل نوبتی هم پیاشون نیستیم اینو آقای دونارما در این پشت که بکنم نمک ریخته یا لای چه هرچی ریخته دونارما اولیو در ورد تموم میکنه کار کورتوا. کورتوا گیت کدوم در نیورده بود کورتوا. الان چی دارم میگم؟ دونارما حذف کرد کورتوا، دونارما حذف کرد کورتوا رو. دومیو گند زد ولی کلا همون یه دونه‌ای که گرفت تموم کرد کار کورتوا رو. اگه رکورد داده بود حذف شد. اینم بگیر شه، اینم در آورد. دونارما بانچی دو بار هیچ کورتوا رو شکست میده و به مرحله فینال راه پیدا میکنه. فینال بهترین دروازه‌بان تاریخ بین ترشتگن و دوناروما. وایسا الان قبل از اینکه بریم سراغ فینال میخوام ببینم که از بین این دو نفر کدومشون بیشترین پنالتی رو مهار کرده. دقیقا مثل هم بودن. آره نه دقیقا مثل هم بودن. این 4 تا در آورده، اونم 4 تا در آورده. مرحله فینال شروع شد. دوناروما بعد اینو چند تا میتونه بگه در مقابل ترشتگن بزر و ببینیم که دوناروما چند تا در میاره. اولی خورد آقای دوناروما نفری 3 تا. اگه میخوای آقا اصلا واسه چی من دارم ارس میخورم؟ تو میخوای بگیر بگیر بلش کن. هچ دو تاش هم خورده، خب اینم بخوری خدافظیه قشنگ. آینه گرفت، یه دونه گرفت،
داداش ترشتگنم دونه دونه میگیره، ترشتگنم قطعا یه دونه میگیره، نه سه تا رو که نمیتونه بگیره، کلا ترشتگن یک بار دوتا گرفته، بقیه‌اش رو یک یک گرفته. وای استرس گرفتم خدا وکیلی، این میخواد پنالتی بگیره، ما استرس گرفتیم. ببین از بین دوناروما و ترشتگن من خودم دوست دارم ترشتگن چیزشه ببره و میبره. بله ضربه پنالتی ترشتگن، مسی پاش جو قرار گرفت، میبینی ترشتگن اگه بتونه دو تا رو بگیره تموم کرده کارو. اولیو اولیو دقیقا مثل دوناروما خورد، اینو بگیری داداشی گودم آقای سبز، اینو بگیری و بعدی اوش وای ترشتگن نگو میخواد همه رو گل بخوری. آخرین پنالتی چی میشه؟ آخرین پنالتی فینال میگیره یا نمیگیره؟ تموم. وای دوناروما با نتیجه یک برای فینال برد و قهرمان بهترین دروازه‌بان تاریخ و بهترین پنالتی گیر تاریخ PS21 شد. آیا شما واقعا فکر میکردی که دوناروما با این نتیجه هایی که داره میگیره بهترین دروازه‌بان PS21 در تاریخ باشه یا نه؟ بلا گوزاب شکل میشن یوتیوب فرمان میشن امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اینستاگرام فالو کنید، استرس میسن 150 کپ فرادرزان. اگر ایده های دیگری در مکس های خوشگلتان دارید در کامنت بنویسید، من رو میتوخره ویدیو نکردید ولی نویر بعد میواد. حالا خدا نگهدار.